پیام استاد محمد محقق رهبر معظم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. به نقل صفحه رسمی فیسبوک حامیان استاد محمد محقق، پیام استاد محمد محقق رهبر معظم: اوضاع را نباید ارتخابی کنیم. جامعه افغانستان به منزله یک خانواده کلان است. خانواده نیاز به امنیت و آرامش روانی دارد. بعض اعلانات خشن امنیت روانی جامعه را متضرر می سازد. همه مردم توان روحی و روانی یکسان با موازات مقامات عالی کشور را ندارند. باید رعایت حالشان شود. با تصمیم های نمایشی اوضاع کابل و کلان شهرها را به حالت انفجار نبرید. شورای امنیت ملی را فعال کنید. تصمیم درست بگیرید. پنهان از انتظار دشمن اجرا کنید. تصمیم های امنیتی که یک ساعت بعد علنی در اختیار دشمن قرار گیرد هیچگاه موفق نیست. سوء تفاهم نشود از موضوع تخطی کسی، نه از سر دلسوزی به مردم و کشور است. این در حالی است که امرالله صالح در تصمیم 49 خود گفته بود: اول، طالبان داعشی در یک پیام کتبی به ما هشدار داده اند که اگر کسی از زندانیانشان اعدام نشد، کابل را به مسلخ شیعه تبدیل خواهند کرد، و در عین زمان گفته اند که افراد اختطاف شده را سر خواهند برید. من بر ریاست امنیت ملی کابل هدایت دادم که تمام گروه طالبان داعشی که در چنگال قانون هستند به شبکه های خود پیام بدهند که دولت همه شجره آنها را می شناسد. این که تا کنون مهار نشده اند بحث علایده است که رابطه مستقیم به قابلیت ها و توانایی ما دارد. طالبان داعشی بدانند که هیچ تهدید مانع این که ما چهره این آدم کشان را همه روزه به ملت خود معرفی کنیم نخواهیم شد. هیچ تهدید. من یک بار دیگر از قوای قضایی کشور خواهش می نمایم که این خونخورها را محاکمه علنی نمایند و محاکمه کسانی که قبلا دستگیر شده بودند تسریع گردد. این مبارزه با پنهانکاری نتیجه مطلوب نمی دهد. در جریان جلسه امروز خبر انداخت راکت از ساحه لبجر به اطلاع من رسانیده شد. هنوز قاطع حکم کرده نمی توانم، اما گفته شد که یک هموطن ما شهید و یک خانم زخمی است. این لکه ناکامی در برابر ترورستان را از روی دولت پاک خواهم کرد. با آنکه این ناکامی را من میپذیرم، اما در عین حال از زحمت و فداکاری منصوبین سحرخیز نهادهای امنیتی ما که هر لحظه زندگی خود را به خاطر همه ما در کف دارند غافل نیستیم و در کنارشان ایستاده ایم. دو، از امنیت ملی کابل به خاطر عملیات های موفقانهشان در دستگیر باز هم یک شبکه تروریستی که در آن صفی الله بمگذار شهری خواجه شعیب قاتل سرباز پلیس در ولایت پروان به تاریخ 13/7/99 حضرت میر ولد داد میر یکی از عفو شده های شامل 5000 بود و باز هم در ولسوالی میر بچکود امیر محمد کارمند امنیت ملی را به شهادت رسانیده بود. زیت الله فرزند عبدالقاسم یکی از مسئولین جمع آوری اعانه و عشر برای طالبان شامل می باشند. در کنار تمام نیروهای دفاعی و امنیتی خویش ایستاده ایم. این مبارزه نفسگیر است و قربانی می طلبد. قرار است فردا جمعه از منصوبین پلیس و امنیت ملی را که چند بم را در سروبی و نواحی کابل خونسا ساختند مورد مکافات معنوی و مادی قرار بدهیم. سوم، از زحمت کشی تمام نهادهای شامل در میثاق امنیتی کابل به خاطر مجلس مهم عمیق و به سابقه در خیمه لوی جرگه ابراز سپاس و امتنان نمایم. میثاق امنیتی عملا به تمام کوچه های کابل از طریق 1200 نفر نماینده محله ها تشریح و توضیح گردید. این برنامه که با تمرکز و حساب شده پیش می رود محدود و منحصر به دفاتر نهادها نمی ماند و مردم را در دور ایده اینکه امنیت شهروند مسئول و کنشگر می خواهد بسیج بده می سازد. چهارم، در خیرخانه منطقه از به اسم گولوی پارک، این منطقه که گولوی به اسم آن مسمی است غصب گردیده و به رستوران تبدیل شده است. در این رستوران معمولا اوباش ها جمع می شوند. برای مالک این رستوران غیر قانونی که در دل چهار راهی ساحی سبز را غصب کرده است 48 ساعت وقت داده شده که بساطش را به جمع نماید. پس از 48 ساعت این ساختمان غیر قانونی با وسایط مجهز شاروالی و با همکاری قطعی منتظره پاک خواهد شد. در اعاده نظم در لیسه مریم ما کامیاب نیستیم. به خاطر انجام آنچه وعده کرده بودیم باز هم کار ادامه دارد. گفته اند 1000 بار
اندازه بگیرید و یک بار قطع نمایید. این بار روند اندازه گیری قبل از قطع کاری به مراتب دقیق و منسجم تر از گذشته خواهد بود. نوته اول، ملالای میوند خبرنگار افغان در لنگرهار را طالب ها شهید ساختند. خاموش سازی جامعه و به خصوص خاموش سازی زنان جز برنامه های راهبردی طالب است که از طرف بادار فکری و لوجستیکی اش از کوره ختک و ما حول آن دیده می شود. اما این صدا چنان وزین و فراق است که دیگر خاموش نمی شوم. برای خانواده ملالای شهید عرض تسلیت دارم. ادارات شامل در میثاق امنیتی در لنگرهار باید با پیروی از روش کابل به صورت دوامدار مردم را از انکشاف قضایای تروریستی در جریان بگذارند و نظارت ما از فعالیت های ولایات شامل در میثاق امنیتی افغانستان آغاز شده است. نوته دوم، استاد زریاب از این خانه پر نقش و خیال رخت بست و فارسی در افغانستان در سوک نشست. خداوند جل جلاله روحش را شاد داشته باشد. او چند باری مهمان ویژه ما در برنامه های ادبی بود. مخاطب ها به وزن کلمات او می پرداختند نه به تعداد آن. خداوند افق ادبیات ما را که با رفتن او خالی معلوم می شود با چهره های نو پرسازد. نوته سوم، متاسفانه یکی از افسران سحرخیز و پرکار حوزه دهم امنیتی کابل، دوم سالن مسیح الله قماندان توالی حوزه دهم، در جریان عملیات علیه جرم پیشگان شهید گردید. قاتل این افسر پلیس همین نام دارد که در فهرست جرم پیشه ها که منتشر شده است شامل می باشد. محل سکونت قاتل تلاشی شد اما او فرار کرده بود. مهار جرم قیمت و بهایی دارد که آن را نیروهای شجاعی ما روزانه می پردازند. از مردم می خواهیم بیشتر از پیش با این نیروهای با وقار همکاری نمایند. در عین حال یکی دیگر از افسران لوجستیکی ما مربوط به حوزه 12 امنیتی پلیس در حوزه 8 با چاقو مجروح گردیده است. نوته چهارم، مرگ فردین امین تروریستی نیست اما خانواده او حق دارند خواستار تحقیقات عمیق شوند. دستگاه دولت مکلف و پاسخگویی است و این مکلفیت برای ما عزیز است. اما اگر این خانواده داغ دیده اصرار بر مرموز بودن قتل دارند، پس پلیس مجبور خواهد بود که تمام اعضای خانواده ام از اونسیا را به تحقیق احضار نمایند. هر قتل را مرموز خواندن و بعد حکومت را متهم کردن نه انصاف است و نه قانونی. پلیس به خاطر احترام به عزت خانواده ها بسیاری اوقات نمی خواهد جزئیات بدهد. از این حیای پلیس نوای سوی استفاده گردد. من به پلیس هدایت دادم که از این به بعد در قضایای جنایی اگر کسی بخواهد با باجگیری بپردازد، از ادبیات حقوقی بیرون رفته و از اصل قضیه را با شدمت با مردم بیان نمایند تا فشار روانی بر نیروی پلیس هم از کشفی و امنی کم شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاعات ویدیوهای جدید و روزانه ما چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا ویدیوهای دیگر. خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.